سلام دوستان عزیزم، امروز میریم سراغ جمشید علی مراد. اولا روح شاد. من اون زمان که تو سان فرانسیسکو بودم، کوکرات گروه داشتم، جمشید علی مراد زنگ زد. جمشید علی مراد خواننده گروه بیتلا عجوبه های ایران بود و به قدر این مرد خوش صدا بود و آهنگ های ایتالیایی و انگلیسی رو خیلی عالی میخون، به من زنگ زد از نیویورک بود، گفت محمود میخوام بلندش بیا اینجا، من یه خواننده رو به تو معرفی کنم که فوق العاده است برای کاره. گفت باید زودم بیای چون اینجا در یه جایی داره که رستوران ایرونیه برنامه داره دو شب. گفت محمود حتی بیا. من هم به خاطر که جمشید علی مراد خیلی ارادت داشتم و خب اینم بچه بود که در اون موقع در ایران تو 007 برنامه داشت، این در اول در بنیاد پهلوی، هتلای بنیاد پهلوی این برنامه اجرا میکرد، ولی خب خواست که بیاد پیش من، اومد و خلاصه با اونجا شروع کرد. جمشید آهنگ من آهو همو خونده بود، خیلی گرفته بود در ایران. رفتیم نیویورک. جمشید اومد فرودگاه، منو برد توی هتل که نزدیک همون رستوران بود که اونجا همون چپسکین و آلابینا زندگی میکردن، اقامت داشتن در همون هتل. خلاصه شب شد و رفتیم اون رستورانه. جمشید با اونا برنامه داشت. اول جمشید رفت برنامهش رو اجرا کرد و خیلی هم فوق‌العاده درخشید. بعد حالا بینا یه دفعه با گروه چیپسی کینگ، سه نفر از بند چیپسی کینگ اومده بود اونجا. این دخترم خیلی خوشگل، قد بلند، خوشگل و واقعا صدای فوق‌العاده‌ای بود. خلاصه بعد برنامه دعوت شروع کردم سر میز و جمشید اومد و خلاصه معرفی کرد و منم گفتم که من حاضرم یک ماه میانیم در سان فرانسیسکو و اضافه کنسرت های امریکا رو من بذارم براتون و واقعا دیدم که خیلی خوبه. قبول کردن که ما یه قرارداد اونها بدم وکیلشونه بنویسه
و انجام بشه. شب دوبام هم موندم اونجا که باز یه برنامه رو اینا رو دقیق نگاه کنم. و اون شب دوم من جای نشسته بودم با جمشید علی مراد که میدونم یکی از تای رو من رو صدا میزنه، آقای قربانی رفتم دیدم سوزان روشنه، دیدم داره گریه میکنه بد جوری. چیه؟ چی شده؟ آره این شهرام شهابی که ارگانیستشه پول اینو نداده و این سخت ناراحت. خب مسئله نیست که شهرام شهابی کجا سلامو گفت منو گذاشتی اینجا رفته و من موندم. خب چی میخوای چی نمیخوای؟ گفتم هتل کجاست؟ دیدم همون هتل که ما هستیم سوزانم هست. خب با من میتونم موقع بردم میبرم دیگران نباش هیچ ناراحتی پولم نباش. خلاصه اونم از سر میز نشست و با برنامه اینا رو نگاه کردیم و باز آلابین ها و شپسیکین و اینا آمدن سر میز و اونجا مشروب بشون دادیم و خلاصه قرار شد که اینا بیان در چیز. موقع رفتنم خودم من دارم میرم هتل، انگار در یه هتل هستیم، میخواد تشریف بیاره هتل هم میشینیم یه درینگی میخوریم و قرصه قبول کردن که اومدن تو بار هتل و اونجا میام مشروب خوردیم با اینا و صحبت کردن که چی کار میخوام براشون بکنم و در سوسایتی ایرونی خوب بدرخشن و بتونن 7-8 تا کنسرت غیر از سان فرانسیسکو داشته باشن. خلاصه اون شب خوبی بود و ما هم سوزن روشن هم آوردیم هتل. گذشت. این شهرام شهابی کسی بوده که این اواخر هم کنسرت های گوگوش با امیر و شهرام شهابی میذاشته و یه خونه کلاهبرداری هم اونجا کرده و خلاصه یه ارگانیسم به کجاها رفته کاری نداریم، هرکی زرنگی خودش رو میکنه و ولی خب نباید حق خواننده ها رو بخوره و خواننده به گریه بیفته، این ناحقه، این نامردیه، این کارا درستیست. مرد تو بغل سوزان روشن شدی یک کسی، بعد از کنسرت گذار شدی. گذشت. ما اومدیم سان فرانسیسکو، بعد اومدم لس آنجلس رو که تبلیغات های آلابینا رو درست کنیم و بدیم. رفتیم میشه همین شبخیز هم جریان رو ما گفتیم.